بر اساس گزارش ها عناصر تروریستی در پاکستان بار دیگر دست به کشتار هدفمند فرقه‌ای زده و دو تن از شیعیان را به شهادت رساندند. گفته شده این دو تن از شیعیان در منطقه گلشن حدید کراچی توسط تروریست های تکفیری و به طرز فجیع به شهادت رسیدند. بر اساس این گزارش زوار حسین و به همراه دوستش اختر حسین با شلیک گلوله دو تروریست موتورسوار گروه سنی‌های تندروی سپاه صحابه به شهادت رسیدند. پس از این اقدام تروریستی هر دو مجروح و بلافاصله به بیمارستان جناح منتقل شدند، اما پزشکان جان باختن هر دو نفر را تایید کردند. این رویداد در حالی است که به تازگی مرکز مستقل تحقیقات و مطالعات امنیتی مستقر در اسلام‌آباد اعلام کرده است که بیش از 700 نظامی و غیر نظامی در 9 ماه نخست سال 2023 در پی حملات تروریستی در پاکستان کشته شدند. این گزارش که روز شنبه 8 مهر نشر شد و نشان می‌دهد که حملات تروریستی در سال جاری میلادی نسبت سال 2022 حدود 19% افزایش یافته و دو ایالت هممرز با افغانستان 92% مجموعه تلفات را متحمل شدند. در گزارش آمده است که نیروهای امنیتی پاکستان 386 نیروی خود را که 36% تمام تلفات می شود در 9 ماه اول سال 2023 از دست داده که بالاترین رقم در 8 سال گذشته است. مرکز مستقل تحقیقات و مطالعات امنیتی در گزارش خود افزوده که 33 جنگجوی شبه نظامی تحت امر ارتش پاکستان نیز در میان کشته شدگان شامل هستند. این آمار در حالی نشر شده است که در تازه ترین مورد دیگر دو انفجار روز جمعه 7 مهر در بلوچستان و خیبر پختونخوای پاکستان جان حدود 60 تن را گرفت و بیش از 100 تن دیگر را زخمی کرده است. محمد نبی سروری کارشناس روابط بین الملل از وین با ما همراه هستند. آقای سروری سلام، وقت شما بخیر. با عرض سلام و خدمت شما بینندگان محترمتان و با اتحاف دعا بر روح طیبه قربانیان حملات اخیر در پاکستان و عرض تسلیت به خانواده محترم شما دارم. سلامت باشید. جناب سروری، چه دلایلی باعث شده حملات تروریستی به ویژه علیه شیعیان این کشور افزایش یابد؟ دلایل متعددی وجود داره، ولی از جمله میتونیم دو دلیل عمده و برجسته از را در نظر بگیریم. من فکر میکنم که یکی از دلایل عمده مبتنی بر افزایش حملات تروریستی در پاکستان علیه شیعیان که در اواخر جریان پیدا کرده است دو عامل داره، و عامل اولی از او نقش مدارس مذهبی پاکستان است که همواره به عنوان عامل مرکزی نقش تربیتی و حتی تدارکاتی از همی گروه های بنیادگرا و تکفیری را اینا بوده داشته بودند. اگرچه یک مدتی سازمان استخبارات پاکستان از محصولات مدارس پاکستانی به عنوان یک ابزار در راستای محقق ساختن اهداف های خارجی خود استفاده میکردند، که بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان معادله تغییر کرده و حالا من فکر میکنم که اگر به عنوان عامل دومی تشدید حملات علیه شیعیان در پاکستان در نظر بگیریم، من شخصا به این باور هستم که با به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان ما میتونیم بگوییم که تغییراتی بنیادی در رهبری تروریستان به وجود آمده و بیشترین تعیین استراتژی حملات تروریستی در کشورهای منطقه از افغانستان صورت میگیره، و ما دهی باور هستم که تروریستای تکفیری که در پاکستان هستند، مخصوصا طالبان پاکستانی که متعلق به قوم پشتون هستند، اینا هم در حقیقت مطاع و تابع امر چی هستند؟ طالبان هستند. طالبان در هر زمانی و هر مکانی هر دستور را که صادر میکنن اونا ناگزیر به اجرای از همون برنامه هایی هستند بر آنان فرمان صادر میشوند. جناب سروری، پاکستان همواره از قدرتگیری در افغانستان حمایت کرده.
چطور شد که اکنون افزایش حملات در پاکستان را به افغانستان ربط می دهد؟ این که پاکستان همواره به عنوان یک منبع تمویل کننده طالبان ایفای نقش نموده است، یک واقعیت غیر قابل انکار است و دلیلش هم امی بوده که یک حکومت پاکستان همواره تلاش کرده که مانع شکلگیری یک حکومت مرکزی و قدرتمند در افغانستان شود که او حکومت توانمندی حراست از تمامیت ارضی کشور خود داشته باشد. و یکی از دلایلی که پاکستان از طالبان حمایت میکرد امی مسئله بود. اما در عین حال ما باید این واقعیت تلخ سیاست مداران پاکستان اعتراف کنه، سیاست های اخیر پاکستان در قبال به قدرت رسانیدن طالبان در افغانستان یک اشتباه استراتژیک بسیار بزرگ و جبران ناپذیر برای پاکستان بوده. بله، چشمانداز آینده پاکستان با توجه به بحران‌های اقتصادی و افزایش حملات تروریستی در این کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ فقط بفرمایید به طور مختصر چون وقتمون کمه. ممنون میشم. شوربختانه حکومت پاکستان همواره توانمندی خود در ناتوانسازی همسایگان و چالش آفرینی برای کشورهای همسایه جستجو کرده است و من شخصا در این باور هستم که اگر حکومت طالب ها در افغانستان استحکام بیشتری پیدا کنه و قدرت طالب ها افزایش پیدا کنه، در حقیقت طالبان میتوانه که یک چالش جدی امنیتی برای پاکستان خلق کنه و کشور پاکستان با یک چالش غیر قابل مقابله که بتواند در آینده یک مقابله با او چالشی که از ناحیه طالب ها خلق میشه مواجه خواهد شد. و این طبیعی است که بحران های اقتصادی پاکستان در آینده مواجه می شود متاثر از همان در سرهای امنیتی است که در آینده طالبان به طور حتم برای کشور پاکستان خلق خواهند کرد.